سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. الان 29 مرداد، فردا کنکور ریاضی دارم من، سال 99. چه حسی دارم که راستش الان اصلا استرس خاصی ندارم. دیشب استرس گرفته بودم، ولی یه ذره نگران آیندم هستم، چون خب من خیلی نخوندم، هم رو تو ویدیوهای قبلی مشخص بوده. چیزی که من دارم بهش فکر میکنم اینه که قطعا کنکور همه چیز نیست، توی مسئله شکی نیست، ولی دانشگاه مهمه. اینکه با چه آدمایی قراره من هم کلاسی بشم، چه آدمایی قراره استادم بشم، کجا قراره برم دانشگاه و چه درایی واسم اون دانشگاه باز میکنه خیلی چیز مهمیه. و احساس میکنم که خب من قراره از این داستان محروم باشم و نداشته باشم چیز خوبشو و بتونم استفاده بکنم. از یه طرف دیگه غم اصلیم و نگرانی اصلیم خانواده من که ناامیدشون قراره بکنم. خیلی بهش فکر میکنم، این تنها چیزی که دارم بهش فکر میکنم، به مام بابام که قراره یه ذره ناامید بشن و اینجوری بشن که بچه‌مون چی نشد. و چیزی هم که بهش فکر میکنم اینه که عواقبی که واسه من داره تو رابطم با خانواده‌ام. فکر میکنم رابطم با خانواده‌ام رو یه ذره بدتر بکنه و اینکه مثلا من میخوام برم یه کلاسی بعدن تو ذهنشون باشه اینکه پشت کار نداره، اینکه هیچی رو نمیتونه دنبال بکنه، یا اینکه کلا همراه نباشن با هم دیگه خیلی زیاد. شاید هم نگرانی علکی باشه و لازم نباشه بهش فکر بکنم، ولی خب چیزی که خیلی درگیرشم، خیلی نگران کسایی هم که قراره باشون هم کلاسی بشم. باورم نمیشه این همه کتاب تست و این جور چیزا خریدم تا نصف بیشترش رو بهم رسید از یکی از فامیلامون که سال پیش کنکور داشته. ولی چیزی که هست واقعا وقتی فکر میکنی به درآمد مافیای کنکور، نمیدونه آدم اصلا چی بگه. و یه نگرانی دیگه هم که دارم، امیدوارم که کرونا نگیرم وقتی که خب میرم کنکورم رو بدم و به خانوادم ندم این بیماریو. نسبت به بعد از کنکور تا 3-4 هفته پیش من هیجان داشتم، اون شکلی بودم که آره بعد کنکور فلان میکنم و اینا، ولی الان هیچ هیجانی ندارم و احساس میکنم که کار خاصی هم قرار نیست بکنم، ولی میدونم که بعد خودم مجبور کنم که حداقل بعد از کنکور شروع کنم سری کار رو انجام بدم، چون یه سال همه چیز رو گذاشتم کنار، هیچ کاری نکردم، نه درس خوندم، نه درست تفریح کردم، نه کتابم رو خوندم، نه فیلمم رو دیدم، نه با دوستام رفتم با خیال راحت گشتم و اینا، هیچیم درست نبوده، کل زندگیم به هم خورده. من اینو میدونم که کنکور ارزش منو مشخص نمیکنه، ولی فکر میکنم حداقل پشت کار منو مشخص کرده و من دیدم که خیلی پشت کار ندارم. البته گفتم یه ویدیو دیگه من دارم که مثل همین ویدیو قبلی نمیشون برید اونو نیا کنید. شاید مشکل من این بوده که هدف نداشتم. اگر یه هدف مشخص داشتم مثل دانشگاه شاید پیگیریش میکردم. یه مشکل دیگه هم که هست اینجوریه که خب من شاید بعد میرفتم هنر، من خواستم برم هنرستان، نشد و این جرأت رو نداشتم که بخوام کنکور هنر بدم. احساس میکردم که یه تصمیم خیلی بزرگیه و بهتره که من همینجوری با جریان آب برم جلو و اون تصمیم خیلی بزرگ رو نگیرم، چون اگه شکست بخورم خیلی ضایع است. احساس میکنم قراره برم کنکورم بدم، هیچ حس خاصی نداشته باشم، یعنی بهم بگن چه حسی داری بگم هیچی حس خاصی ندارم، بیام خونه و بیفتم رو تخت و هیچ کار خاصی انجام ندم تا همینجوری زندگیم بگذره و یه رشته ای هم انتخاب کنم برم دانشگاه. نگرانی هم که دارم رشته دانشگاه، من هنوز نمیدونم چه رشته ای میخوام برم. این خیلی ناراحت کننده است و واقعا باعث نگرانی من میشه. واقعا امیدوارم که تصمیم درست رو بگیرم و اشتباه نکنم، ولی ذهنیتی که الان بر خودم گذاشتم اینه که اشکالی نداره اگه اشتباه کردم، همیشه میتونم تغییر رشته بدم و این گزینه رو دارم. ولی یه ذرم که فکر میکنم دوست داشتم که یه گپیر بردارم در حالی که کرونا نبود و میتونستم برم چند تا کلاس مختلف بگذرونم تا ببینم چی رو بیشتر دوست دارم و بعد انتخاب کنم رشتم. از جایی که دارم میرم خیلی نگرانی ندارم. حوزه‌ای که میرم اکثر بچه مدرسه‌مون همونجان، بچه مدرسه قبلیمون هم همونجان، احتمالاً خیلی دارو ببینم که میشناسمشون، پس اوکیه. احساس میکنم که قراره بعد از اینکه کنکورم دادم گریه کنم، ولی چیزی که مهمه اینه که میگذره، همه اینا میگذره، همه این داستانا میگذره. ایشالله چیزی که رشته‌ای که دوست دارم و چیزی که دوست دارم میتونم پیدا کنم و پیشو بگیرم و آدمای درستم تو زندگیم پیدا میکنم. همین دیگه، واقعا نمیدونم چی بگم، فقط یه غم بزرگی دارم که بیشتر واقعا به خاطر اینه که خانوادم رو دارم ناامید میکنم، ولی دیگه
چیزی که هست الان کاری از دستم بر نمیاد، واقعا دیگه نمیتونم کاری بکنم. همین دیگه، واسهتون بهترین رو آرزو میکنم. امیدوارم که شما شرط خوبی باشید و خوشحال باشید همیشه. همین دیگه، دوستتون دارم. اگه دوست داشتید کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و میتونم بهم ایمیل بدید. ایمیلم هم توی دیسکریپشن باکس هست روی صفحه هم میبینیش. خدافظ.